من به عنوان رائفی پور رو مسئولی نمیتونم اثر بذارم. خیلی سخته، میشه ها، میشه و میانم فلانم یک مطلبی هم تر شده بودینم میگم الان بعدن کلیپشم کنید پخش کنید، تر شده بودم رائفی پور یک سری جلسات برای شرکت در شورای شهر شروع کرده و همراه آزاده نامداری، علی کریمی فوتبالیست، نمیدونم چی، یه پیام تلگرامی مزخرفی مثل بقیه دروغاشون ساخت بودن پخش کردن، به هیچ وجه صحت نداره. عکسش بوده، بله، یعنی یکی از اعضای رأی بالای خوب شورای شهر اومد سراغ ما، از ما خواست که توی لیستشون امسال بنده شرکت کنم که بنده نپذیرفتم. این بوده. تا الانش هم با دو سه تا از کاندیداهای محتمل ریاست جمهوری خرداد ماه جلسه داشتم. با اومدن از من نظر خواستن، گفتم، من گفتم این کارو بد انجام بدید، این کارو انجام بدید، به نظر من این کار درسته. عمدتاً هم تو همین حوزه که حالا سخنرانی می‌کنم نظر خواستن. به معنی اینم نیستش که حالا من از اون فرد حمایت بکنم یا نکنم. ما هم مثل یه نفر، اما این دفعه فرق می‌کنه. این دفعه من به کسی احتمال زیاد، نمی‌گم قطعاً، احتمال زیاد اعلامم خواهم کرد. به کسی در واقع اعلام می‌کنم چه کسی، به چه کسی می‌خوام رأی بدم که مطمئن باشم که این قوله‌هایی رو که حداقل من ازشون می‌خوام انجام بدن، شفافیت ازش خواهم خواست در مورد خودش و کابینش و دولت مردانش انجام بده، خواه قانون باشد خواه نباشد، بیاد زودتر به عنوان یک عمل پیش دستانه بیاد انجام ده، حسن نیتش رو نشون بده، ساده زیست باشه، مردمی باشه، بالا شهر رو ول بکنه، یه خورده بیاد پایین تر، اگه میخواد بینه آلودگی کجاست چیه ما بهش یاد میدیم بیاد کجا. خب بعد به جوانها اعتقاد داشته باشه. ما حداقل یه 3-4-5 تا وزیر جوان تو کابینش ببینیم، نه صرف جوان بودن یعنی مثلا سن مهم باشه، نه، یعنی واقعا اعتقاد جوانگرایی باشه و ما ببینیم آقا جوانها رو بهشون نقش داره داده میشه. برای من مهم نیست چپ باشه یا راست باشه، آرمان های انقلاب قبول داشته باشه. آرمان های انقلاب خیلی واضحه، ماسمال نکن آرمان های انقلابو، نه، استکبار ستیز انقلاب مشخصه. اگه میخواد بره با آمریکا هم حرف بزنه، اگه برجام میخواد ادامه بده بدونه با گرگ داره حرف میزنه، دشمن بدونتش. اعتقاد به حالا به طبعا اسلام داره، اعتقاد به اهل بیت و چیزی که حالا علمه برافراشته تو این مملکت اینه. اونایی که سراغ ما میان به خاطر اینکه حالا چند تا جوان به حرف ما گوش میکنن و دیدن مثلا اگه جا میریم سخنرانی میکنیم جمعیت زیادی میاد و به سری مثلا اقبال عمومی دیدن، به خاطر اونه. منتها من اجازه نمیدم یک طرفه باشه. اعلامم خواهم کرد که آقا من رفتم با جلسه با فلانی، این قول ها رو به من داد، بزنه زیرش جز اولین کسام که علای سخنرانی میکنه. تعارف به نسبت افراد که من چیکار دارم با افراد؟ ما برامون جریان مهمه، انقلاب مهمه و انقلاب برای مهمه چون ظهور مهمه.